خب در پارت سوم ما میخوایم یه خورده دیتیل مقالات رو بررسی بکنیم، مثلا ببینیم که حالا بر اساس اون صحبت هایی که در پارت اول و دوم داشتیم و گفتیم که به طور مثال یه مقاله علمی پژوهشی شامل چه مواردی هستن که حالا ما اینجا به صورت هایلایت زرد رنگ داریم میبینیم، و حالا هر کدوم از این موارد مثلا مقدمه اختصاصا توجه بفرمایید شامل سه تا پاراگرافه که پاراگراف اول توصیف کلی از عنوان پژوهش، پاراگراف دوم از فصل دوم پایان‌نامه یا پیشه تحقیق داره یک سری اطلاعات رو برداشت میکنه، حالا حجمش باید چقدر باشه، مرزی یک صفحه باشه، از چه سالی تا چه سالی باشه. شما اون موقعی که دارید پیشینه تحقیقتون رو می‌نویسید یا کلن نوشتید تموم شده، باید از آخر شروع، یعنی از اون لحظه‌ای که یا اون زمانی که شما دارید مقالتون می‌نویسید از 5 سال قبلش رو هم در نظر داشته باشید. یعنی بگید که من از 5 سال گذشته اومدم تحقیقاتی که انجام شده رو جمع کردم، کامپکتش کردم و حالا دارم در قالب پاراگراف دوم ارائه می‌کنم. پاراگراف سوم هم به همین صورت که می‌گیم توصیف پژوهش خودمان، یعنی توصیف پژوهش انجام شده در قالب حالا اون تزی که بوده یا پایان‌نامه‌ای که انجام شده. به هر حال که حالا شامل فرضیات، اهداف، نتایج دستیافته شده و می‌تونه دیگه یه سری سلایق دیگه هم اینجا لحاظ بشه، ولی کلیت ماجرا همینه، باید اهداف و فرضیات رو و در نهایت ریزالت هایی که بهش رسیدید رو بیارید در قالب 3 تا 4 حد توضیح بدید. توضیح باید شفاف باشه. اساسا تو هر قسمتی از پایان نامه و حتی خود مقالات باید، چون تحقیق بوده، پژوهش بوده، شما به عنوان یک پژوهشگر جزئیات مسئله رو خوب خبر دارید و میدونید چی به چی. لازم هم نیستش که در تزتون، در گزارش، در مقاله که دارید بنویسید خیلی جزئیات رو توصیف کنید. اون چیزی که خیلی مهمه ارائه به زبان ساده است، یعنی به زبان ساده شما بتونید یک نوآوری رو توضیح بدید، این خودش مهارت بزرگی هستش. به هر حال برای مدل سازی هم همینطور، شبیه سازی و نتیجه گیری هم که حالا توضیحاتی رو در پارت های قبل بهش اشاره کرد. حالا میخوایم خیلی در واقع جزئی تر توجه بکنیم که باید این مقاله ما با اون توضیحاتی که در قالب فایل ورد دادیم چقدر هماهنگی و هارمونی داره. خب الان ما این قسمت که الان داریم می‌بینیم، جستجوی اصولی و طراحی آرامگاه با تکیه بر مطالعات تاریخی، نمونه موردی، حالا طراحی آرامگاه سعدی به عنوان به اصطلاح عنوان این مقاله است. اینجا چکیده است، این کلیه چکیده است که داره توضیح میده. ما در چکیده چی گفتیم؟ من یه بار اینو میگم، حالا برای بقیه هم شما میتونید اینا رو لحاظ بکنید، چون بقیه هم به همین صورته. ببینید ما توی چکیده گفتیم گویای تمامی کارهای انجام شده در داخل مقاله باشد. میخوام ببینیم که این چقدر، این صحبتی که الان کردیم آیا معنی داره یا نه. میگه آرامگاه و آرامگاه سازی از دیرباز در فرهنگ ایران زمین مورد توجه بوده است. آرامگاه ها بناهایی شاخصن که عمدتاً نقشی فراتر از کارکرد مقبره داشته و از نظر معناشناختی و کاربردی دارای اهمیت هست. با این حال هنگام طراحی آرامگاه شخصیت ها و بزرگان تاریخی این پرسش اساسی طرح می شود که در طراحی آرامگاه آنها از چه اصول و الگوهای تاریخی می توان بهره گرفت. در تاریخ ایران
سعدی از جایگاه ویژه‌ای در ادبیات تقدیمی و غزل سرایی برخوردار بوده و مقبره او زیارتگاه علاقمندان به شعر و عرفان است. اما مقبره کنونی سعدی که در عصر پهلوی طراحی شده فاقد کالبد، سلسله مراتب فضایی مطلوب و همچنین کارکرد اصلی آرامگاه که همان پاسخگویی به نیازهای معنوی مخاطبان خود است میباشد. این مقاله در ببینید از اینجا تا اینجا، یعنی از اینجا تا این میباشد، توضیح خیلی کلی و جنرال داده. بعد میگه این مقاله در پی آن است که با مرور مفاهیم نظری مرتبط با شکل‌گیری آرامگاه و مطالعه گونه‌شناسی آنها به تدوین چارچوب نظری جهت جستجو و تدوین الگوهای طراحی آرامگاه مبتنی بر مطالعات تاریخی پرداخته شد. خب حالا دوباره رفته اینجا. میگه مقاله پیش رو در دو بخش اصلی تدوین شده است. در بخش نخست پس از مرور چارچوب نظری موضوع که در برگیرنده مفهوم آرامگاه، زیارت و تاریخچه تدوین است، به تدوین چارچوبی برای مطالعه تاریخی و جستجوی الگوهایی برای طراحی آرامگاه از طریق گونه‌شناسی معنایی، کارکردی و کالبدی آرامگاه در بستر تاریخی و جغرافیایی در سایه شناخت شخصیت متوفیان پرداخته می‌شود. در بخش دوم این چارچوب در قالب جستجوی الگوهای تاریخی برای بازطراحی آرامگاه سعدی آزموده می‌شود. ببینید این همون بحث شبیه‌سازی است. روش‌ها یا مدل‌سازی هم میشه در بر گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی با رویکردی کیفی است. نتایج حاصل از این تحقیق میتواند به طراحی و بازطراحی فضاهای آرامگاهی مطلوب کمک نماید. خب توجه کردید؟ این دقیقه اومده در پارت دوم توضیح، یعنی از این مقاله در پی آن است، یعنی میتونست حتی این قسمت رو هم توضیح نده، خیلی به جنرال بودنی مثلا نبرده، اینو توضیح نده، ولی خب توضیح داده. اصل چکیده به نظر من این قسمت به همین راحت. حالا بریم بعدی. واژگان کلیدی هم که اینجا گفته، گونه شناسی رو از دل چکیده برداشته، آرام طراحی رو از کجا برداشته؟ طراحی از داخل عنوان برداشته. الگوهای طراحی رو از کجا برداشته؟ الگوهای طراحی رو از داخل چکیده برداشته. خود آرامگاه رو از داخل کجا برداشته؟ از داخل میتونه عنوان هم در بر گرفته. سعدی رو از کجا برداشته؟ سعدی رو از داخل عنوان برداشته. حالا فارغ از این که در داخل چکیده هم توضیحاتی داده. بریم جلوتر. من یه دونه رو توضیح بدم، بقیه رو دیگه خودتون متوجه میشید به چه صورتی. ببینید حالا در مقدمه ما اومدیم چی گفتیم؟ در مقدمه ما اومدیم گفتیم که پاراگراف اول توصیف کلی از عنوان پژوهش، سه تا چهار خط کاملا، نه اینکه این الان مثلا نصف خط دیگه، در واقع میشه گفت دو برابرش میشه. فارغ از این که میتونیم خیلی وقتا سلیقه‌ای عمل می‌کنیم، خود توضیحاتمون بیشتر باشه، ولی اون قسمت رو هرگز فراموش نکنیم که ژورنال‌ها یه محدودیتی دارن برای تعداد مقالات. اینو خیلی توجه داشته باشه. میگه در طول تاریخ مهمترین آثار معماری مربوط به خاکسپاری‌اند. ترس از فراموش کردن چیزهای ارزشمند، تمایل به ساختن بناهای یادمانی را برای حفظ خاطرات یک جامعه انسانی ایجاد می‌کند. معماری مقابر ما را در یادآوری پیشینیان و خویشتن واقعیمان کمک می‌کند. فرهنگ زیارت مقبره در گذشتگان در ایران پیشینی طولانی دارد. فردی که مشتاق زیارت است، چه به لحاظ جسمانی و چه از نظر روحانی، باید آمادگی حضور را پیدا کند. از این رو آرامگاه هایی که برای فرد مقدسی طراحی می شود باید شایسته مقامات روحانی ایشان باشد. با بررسی بسیاری از آرامگاه های موجود دیده می شود که فضاهای ایجاد شده معماری در این مقابر به لحاظ کالبدی و روحانی نتوانسته است به خوبی معرف شخصیت فردی باشد که در آنجا
آرمیده است. این امر شاید برای آرامگاه شاهان و امیران چندان پر اهمیت به نظر نرسد، اما داشتن فضای لطیف و روحانی در آرامگاه های عرفا، بزرگان دین و شاعران امری ضروری است. جستجوی اصولی برای طراحی آرامگاه بزرگان از یک سو و مطالعه پیشینی آرامگاه سازی در گستری تاریخی و جغرافیایی این سرزمین از سوی دیگر نشان می‌دهد که طراحی و بازطراحی آرامگاه‌ها در ایران نیازمند رجوع به پیشینه آرامگاه‌ها در زمان و مکانی دارد که سابقه تاریخی و جغرافیایی بزرگان را تبیین می‌کند. بر این اساس در این مقاله حالا اینجا یه میشه گفتش که این کارو کرده. پاراگراف اول سوم با هم نوشته، یعنی یه توصیف کلی داده و بعد اومده پاراگراف اول سوم با هم نوشته. حالا به چه صورتی؟ اومده اینجا اینو گفته، یعنی تا در این مقاله قبلش هر چی بوده، یعنی تا تبیین میکنن تا اول، یعنی تا اینجا، تا در طول اینا دیگه جنرال بوده، این اومده پاراگراف سوم رو با پاراگراف اول مخلوطش کرده، یعنی گفته بر این اساس در این مقاله پس از مرور تاریخچه بناهای آرامگاهی در ایران، تاریخچه تدوین چه خوب بود که این پیشین تحقیقی که اینجا آورده رو می آورد اینجا میذاشت، یعنی قبل از بر این اساس میذاشت خیلی بهتر بود. حالا بر این اساس در این مقاله پس از مرور تاریخچه بناهای آرامگاهی در ایران، تاریخچه تدوین و آداب زیارت آرامگاه‌ها در گونه‌های کالبدی، معنایی و کارکردی در بستر تاریخی و جغرافیایی سرزمین دسته‌بندی می‌گردند. همچنین بررسی و تحلیل شخصیت متوفیان از ارکان مطالعه است. از تحلیل این مفاهیم چارچوب نظری برای طراحی آرامگاهی تدوین می‌گردد. هدف اصلی این پژوهش جستجوی روشی برای تدوین. ببینید الان هدف اصلی اینجا گفته. ما اینجا چی گفتیم؟ فرضیات، اهداف، نتایج دستیافته رو باید بگیم. پس اینجا هدف رو داره میگه. هدف اصلی این پژوهش جستجوی روشی برای تدوین الگوهای طراحی و بازطراحی فضاهای آرامگاهی مبتنی بر پیشینی تاریخی است. متوفیان و به تبع آن آزمون این روش با تدوین الگوهای طراحی آرامگاهی برای سعدی است. چرا که آرامگاه فعلی سعدی شیراز نیز به واسطه شخصیت عرفانی او مکانی مقدس شمرده می شود، ولی فضایی در خور شأن و مقام سعدی ندارد. در نهایت با استفاده از مفاهیم و الگوهایی به دست آمده تلاش شده تا الگوها و اصولی جامع و منسجم برای آرامگاه سعدی تدوین گردد. نتایج حاصل از شناخت مفاهیم و اصول معماری آرامگاه‌های ایران می‌تواند معماران را در درک صحیح الگوهای تاریخی حاکم بر معماری آرامگاهی و ارتقای کیفیت فضایی آن یاری کند. این بعدش حالا اومده پیشین تحقیق و توضیح داده تا دیگه میشه گفت رفته اینجا دیگه. حالا این روش شناسی تحقیق در واقع میشه گفتش که دیگه وارد پارت چی شده؟ مدل سازی شده. ما اینجا گفتیم دیگه باید مدل سازی روابط ریاضی سیستم مورد نظر رو توصیف میکنه. حالا در اینجا که چون رشته معماری هست روابط ریاضی به اون صورت اصلا وجود نداره. روابط ریاضی باید بیانگر فرضیات و اهداف و فرمول‌های ریاضی باشه. حالا ما اینجا کمی نداریم چیزی، یعنی می‌بینید دیگه کمی چیزی نیست، ولی کیفی داره توصیف میشه. میگیم جستجوی الگوهایی برای طراحی آرامگاه‌ها نیاز شناخت پیشینه و پشتوانه فرهنگی ساخت بناهای آرامگاهی در گستره تاریخی و جغرافیایی ایران است. هویت و شخصیت مترفی و این که در چه دوره و در چه بستر تاریخی زیسته است تأثیر ویژه‌ای بر طراحی آرامگاه او دارد. این حالا داره در واقع روش شناسی میکنه. البته اینم بگم بنا به نوع رشته میتونه، ببینید مثلا روش شناسی تحقیق یا تعریف پیشینی آرامگاه در ایران همون بحث پیشینه تحقیق باشه. ببینید البته این مقاله یه مقاله مروریه، بیشتر یک مقاله هستش که به صورت خدمت شما عرض کنم
لیترچر ریویو هست، یعنی اومده تمامی افکاری که ببینید مثلا جمهوریت قوادیان 1395 یعنی چی، یعنی بیشتر پیشینه تحقیق بوده، مدل سازی حالا در قالب فرضیاتی که توی هر مقاله و هر تحقیقی که بوده ارائه کرده. بنابراین این زیاد توصیفی نداره، ولی ببینید گونه شناسی کالبدی آرامگاه در بستر جغرافیایی که اینجا بازم اسم اشخاص آورده، یعنی که پیشین تحقیق هنوز. آها، میشه گفتش که تدوین اصول و الگوهایی برای طراحی آرامگاه یه جورایی همون بخش مدل سازی ما هست، یه جورایی همون بخش مدل سازی ما رو داره توصیف میکنه. حالا اینو به چه صورتی حالا میشه بیانش کرد؟ رشته با رشته متفاوته دیگه، رشته با رشته متفاوته. که مثلا اینجا اومده مدل سازی، حالا اینجا بحث طراحی رو گفته، طراحی آرامگاه هم مدل سازی است. ببینید فلوچارت آورده براش، کاملا عکسای آورده. حالا اینجا میشه گفتش که میشه گفتش مثلا برای این قسمت مدل سازی ها رو کامل توضیح داده و رفته جلوتر. اینجا مطالعه گونه شناسی آرامگاه سعدی، باز اینجا یه جور مدل سازی رو داره توضیح میده. و یه جورایی ببینید میشه اینطور گفتش که این مقاله اومده قسمت مدل سازی و شبیه سازی رو با هم ترکیب کرده. چون ما الان اینجا داریم در واقع یه سری ریزالت هایی رو میبینیم، یه آرامگاه کنونی سعدی. حالا فارغ از این که این مقاله یه مقاله لیترچر ریویوه، یه مقاله مروری و تشریحیه، یعنی در واقع یه جوره میشه گفتش که پیشینه تحقیق رو آورده پرزنت کرده. ما تا خب ببینیم دیگه، مثلا اینجا وقتی داره این نمایش رو به ما عرضه میکنه کاری نداری، مثلا این حالا رفته از تو ویکی‌پدیا ورداش، اصلا کاری با این نداره. منتها دیده میشه دیگه، دیده میشه که این در واقع داره شبیه سازی هم داره نشون میده، یعنی اون چیزی که به عنوان خروجی بوده از اون اهداف و نظریه هایی که حالا در بخش های قبل مثل مقدمه، مثل مثلا آخر چکیده بهش اشاره شده. این در واقع یه چنین چیزی هستش که میشه گفت انجام شده. و خب در نهایت اومده نتیجه گیری رو توضیح داده و گفته که حالا ما میخواستیم به چه چیزایی برسیم. در نتیجه گیری اینجا مثلا ما گفتیم از فصل پنجم پایان نامه برداشته شود، با این تفاوت مختصر و مفید واقع شود، یه پاراگراف پنج خط، محتوای فصل پنج رو از لحاظ ادبی تغییر بدیم. خیلی هم حالت کپی پیست نباشه، زیاد قشنگ نیست به نظر بنده. عرض به حضور شما که حالا اینجا هم منابع رو بر اساس اون تمپلیتی که خود ژورنال داشته آورده ارائه داده و خب بیشتر قریب به اتفاقشون مقالات فارسی بوده، حالا انگلیسی هم بودن. اینجا مثلا اینجا شماره گذاری نداره، ولی شما مثلا در این مقاله برای مراجع چی میبینید؟ شماره گذاری میبینید داخل براکت. و این اتفاقا این مقاله معماری به ما یه هم سنت شکنی رو به ما یاد داد که لزوما قرار نیست که مدل سازی جدا بشه شبیه سازی جدا بشه. دو به ما این رو متذکر شد که رشته با رشته متفاوته، یعنی قرار نیستش که ببینید مثلا من این توضیحی که دارم به شما میدم شاید خیلی بخش ها رو به صورت کاملا منطقی و لاجیکال چیده شده، منتها
برای رشته های فنی و برای رشته ریاضی علوم پایه به خصوص در واقع به همین سبک داره میره جلو. مثلا من برای رشته مکانیک رو اینجا توضیح بدم، ببینید مثلا رشته مکانیک من خیلی حالا کلی توضیح میدم که زیاد وارد دیتیلش نشید. خب مثلا توی مقدمه وارد شده، شروع کرده مثلا اینجا توضیح داده تا مثلا اینجا، مثلا از این سه خط اولش مثلا در مورد یه چیز جنرال بوده، بعد اومده دونه دونه دیگه میبینیم شماره ها رو گذاشته، یعنی وارد بحث پیشینی تحقیق شده و تا اینجا اومده اینجا دیگه مثلا این پاراگراف که ما میبینیم بهره‌گیری همزمان تا میگردن دیگه شده اون توصیف فرضیات اهداف پژوهش. دوباره رفته توصیف سیستم، یعنی مدل سازی رو توضیح داده، اینا مدل سازی هست، مدل سازی ترمودینامیکی، فرضیات رو گفته، جدول ها کامل توضیح داده، تحلیل اگزرژو اقتصادی، آیا تحلیل انرژی، اینا دیگه مدل سازی ها ببینید فرمولا هست. بعدش اینا دیگه رفتن کجا؟ اینا رفتن سمت نتایج، یعنی دیگه شبیه سازی و نتایج رو آوردن به صورت جدول و حالا به صورت نمودار کلوچه‌ای نشونش دادن. اینجا سی گرافای رو در آوردن و دیگه اینجا رسیدیم به نتیجه گیری. ببینید یعنی در رشته‌های مهندسی علوم پایه معمولا به این سبک دارن میرن جلو. مثلا من این مقاله ریاضی رو بهتون نشون بدم، این هم همینجوری مثلا مقدمه مفهوم فضای متریک اعتمادی منگر به صورت به طور خلاصه پی ام فضای منگر توسط منگر معرفی شد. خب حالا اینو در واقع داره توضیح جنرال میده، درست توضیح جنرال میده دیگه، مثلا از یه جایی به بعد دیگه وارد میشه گفتش که حالا بذارید من نگاه بکنم، از این مدتی فضاهای فاصله دو نقطه سوال با تابع توضیح داده می شود که در آن برای نشان می دهد. حالا این مقاله یه خورده اصول حرفه‌ای رو رعایت نکرده، مثلا شماره ها خیلی مرتب نیستن، مثلا اینجا 6 رو گذاشته بعد 9 رو گذاشته، زیاد میشه این ایراد اساسی رو ازش گیره. خلاصه یه مقدمه میشه گفتش وارد حتی حالا رشته، چون رشته ریاضی هست مجبور شده که بیاد مثلا یه تعریف مسئله‌ای رو بکنه، مثالی رو بزنه، دوره تعریفی رو انجام بده، تعریف ها رو انجام بده، یه جورایی میشه گفتش که مقدمه با مدل سازی با هم ترکیب شده با ارائه این اگزمپل ها. دوباره قضیه نقطه ثابت و نگاشته فلان، این دیگه دوباره اینجا مدل سازیه، باز مدل سازیه، لما رو توضیح داده. بریم جلوتر، قضیه نقطه ثابت قضیه رو توضیح داده، و حالا اینجا میدونید خیلی دیگه به صورت میکس شده است، مثلا نتیجه گیری رو اینجا آورده گفته برای چی؟ یعنی اینجوری بوده که مدل سازی و شبیه سازی و نتیجه گیری پشت سر هم با هم میاد، یعنی به صورت تعریف بشه مدل سازی، مثال بشه شبیه سازی، نتیجه گیری هم بشه نتیجه، حالا نتیجه که از اون مثالی گیره، این در واقع به این صورت در خود. بس میبینیم رشته ها با هم متفاوته، ولی کلیت ماجرا همینه دیگه، یعنی چکیده، مقدمه، مدل سازی، شبیه سازی، نتیجه گیری، مراجع، چیزی دیگه سختی نیست، ولی خیلی باید کامپکت شده باشه، صورت فشرده باشه. خلاصه رفرنس ها رو اینجا آورده و به همین صورت. این از کلیت ماجرا بود که ما سعی کردیم که در این سه پارت توضیح بدیم. من برای رشته روانشناسی، حالا اونایی که دوست دارن، برای رشته حسابداری، اونایی که دوست دارن خودشون بررسی کنن، من این مقالات رو میذارم که شما هم خودتون
بر اساس این چیزایی که من گفتم، اگر علاقه مند هستید برید بررسی کنید که ببینید مثلا این چیزایی که گفتیم مثلا در رشته‌های دیگه چجوریه. این باعث میشه که شناخت شما و جهانبینی شما نسبت به مقاله نوشتن قوی تر بشه، یعنی بتونید درک دقیقی داشته باشید که حالا من تو رشته خودم مثلا تربیت بدنیه، یا مثلا رشته من صنایع غذاییه، من چجوری باید کارم رو پرزنت بکنم در قالب یک پایان مقاله و حتی پایان نامه، چون این مقاله نوشتن خروجی اون پایان نامه هست، کمک میکنه که ما از اینجا یه برداشتی داشته باشیم بتونیم در حالت ریزتر و خیلی با دیتیل بیشتر کارمون رو توضیح بدیم و خب این خیلی ارزشمند هست. این از این مسئله که گفته شد، دیگه صحبتی به اون صورت من مد نظر ندارم و سعی کردم همین اون چیزهایی که لازم هست رو خدمت شما ارائه بکنم. امیدوارم که همیشه شاد و سربلند باشید. در پناه خدا.